انتقادات تند دو مقام استخبارات آمریکا از ناتوانی پاکستان در امر مبارزه با توریسم. رئیس استخبارات دفاعی آمریکا و رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا در کمیته نظامی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا از نقش پاکستان در امر مبارزه با توریسم جدا انتقاد کردند و گفتند که اسلام آباد در کنترل گروه‌های تروریستی و افراد مسلح کوتاه آمده است. این گروه‌ها به طور دوامدار منافع آمریکا را تهدید می‌کنند. آنها همچنان به تحریزی حملات در افغانستان و هند نیز ادامه می‌دهد. همچنان این دو مقام استخباراتی آمریکا تأکید کردند که پاکستان خواستار ثبات در افغانستان نیست که در آن هند نفوذ داشته باشد. به همین دلیل پاکستان گروه‌هایی را که ما تروریست می‌خوانیم نگهداری می‌کند و در صورت مایل شدن افغانستان به هند آن را برای افغانستان استفاده می‌کند. آمریکایی که در 16 سال حضورش در افغانستان هیچگاه جایگاه پاکستان را به افغانستان نداد. آیا اکنون نقش آمریکا در قبال پاکستان در حال تغییر است؟ سلام به با برنامه بازنگاه، خوش آمدید. من امین بابک هستم و میهمانان مقایان محمد جان رسولیار، معاون پیشین والی هلمند آقای فضل‌الله وحیدی، والی پیشین هرات و همچنان آقای دکتر محمد داوود راوش، رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان. بسیار خوش آمدید میهمان عزیز. آقای وحیدی، با شما آغاز میکنیم. آنچه را که دو مقام ارشد استخبارات آمریکا از پاکستان انتقاد کرده، با وضاحت گفته که پاکستان خواهان ثبات در افغانستان نیست. بارها شما دیدین که این دهی وقتا آمریکایی ها روی نقش پاکستان در امر مبارزه با توریسم انتقاد میکنه. شما دیدین که دونالد ترامپ هم در نشست ریاض از هند یاد کرد، اما از پاکستان در بخش مبارزه با توریسم یاد نکرد که با واکنش تند سیاسیون پاکستان هم مواجه شد. فکر میکنید که آمریکایی ها کنون نقششون در حال تغییر در برابر پاکستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخست به شما و استاد محترم رسول یار فت معاون سید والی از بقی هلمند و همکارای تکنیکی مردم عزیزی که ما را میبینن احترامات خود را تقدیم میکنم. قرار راپورایی که اینا میتا و ما از جای دیگه هم با دست آوردیم، ای کاش این راپورای از یا استخباراتی نمی بود. در صورتی که در مورد افغانستان اینا راپورای استخباراتی میتن، این جزء و نمو پروسه است که در افغانستان سرزو افغان کشی میشه. بخاطر از این که سرزی مسائلی که اینا امروز میگن، فقط امی پروسه را که در افغانستان شروع کردن برای دوام ازی پروسه اینا طرحهای عجیب و غریب پیش میکنن. امی خود مجلسی که در عربستان سعودی شد بهترین وقتش بود و توقع ما همی بود که پیش از او رئیس جمهور امریکا و بعض استخباراتی ازیا اینمی ترگپا را گفته بود. ما به این امید بودیم که در این مجلس کل چیز برملا میشه، ولی حالی که آل یک ذره خود خوش میسازه مگنه چندان عزت امام نشد و از وام نشد. نه، شما میبینید که آمریکایی ها برخورد جدی داره. شما اظهارات مکمستر را در پاکستان دیدین، شما دیدین که مقامات وزیر دفاع آمریکا هم اظهارات داشت. تازه ترین موردی که بود، دونالد ترامپ از نقش هند در امر مبارزه با توریسم تقدیر کرد و هند قربانی توریسم دانست، اما پاکستان یاد نکرد که یکی از سیاستمدارای عمده پاکستان عمران خان گفت که تنها نواز شریف نقش تماشاچی را داشت و چرا واکنش در برابر آمریکا نشان نداد. فکر نمی‌کنید که آمریکایی ها واقعا این مسئله را درک کرده؟ این دو مقام استخباراتی آمریکا هم گفته که باید آمریکا پایگاه‌های امن گروه‌های توریستی را در پاکستان هدف قرار بده. شما معلوم است که عمران خان هم از سیاستمدار کارکشته پاکستانی نیست و ای گپای را که ای میگا ای خود از یا جز اینمی پلان هستن که در افغانستان چه قسم حاکمیت کنن و ای را شما از عمران خان بارها شنیدین که در مورد افغانستان بسیار نظر منفی داشتن. یعنی برالاوی که بعض قوما و نماینده مردم به افغانستان رفت آمد دارن، ای آدم در ای جمله شامل نیست. فلحاظا عمران خان هم جز اینمی پروسه است و ایناله که امریکا نام بگیره یا نگیره، اگر از یک طرف تحلیل کنیم که چرا نام نمیگیره و در دلش هست این بزرگی را بکنیم، خیر امریکا چی خوف داره که میره نمیگه؟ از هند یاد میکنه، از یا یاد نمیکنه؟ یعنی مانایی که امریکا اینا را نمیدانن که یا علیه تروریسم مبارزه میکنه به این عقیده نیست که نیست. خیناله واضح بگویه دیگه، بخاطر که اسامه را در کجا کشت،
اینالی چطور گفته میتونه با این شواهدی که سر از یه هست که بگه که پاکستان هم مخالف تروریسم است و در افغانستان این تروریسم تقویه نمیکنه، در حالی که 4 اینچ در روی زمین از تیاره میبینه، آیا این رفت و آمده را دیده نمیتونه؟ آیا این مراکز را دیده نمیتونه؟ خب نه، اصلا پروسه را که اینا بنا کردن او پروسه میره ایجاب میکنه که وقتاً فوقتاً ما را هم بازی بده. شما میگین که این بار هم امریکایی ها میخواید که بازی بده؟ این بار آزموده را آزمودن خطاست. تمام اسناد و شواهد بر از اینا نشان داده شده، اسناد داده شده، امنیت ملی راپورها را برشان داده. خو اینا مو گپای خود میگن و چون که در افغانستان هم ای طور یک حکومت مردمی نیست که اینا افغانستان هم بگویا که شما در این مجلسی که در ممالک اسلامی جور کرد شما در این چی کردین علیه تروریسم و چی کردین افغانستان؟ او قرارداد کتیش امضا کرد که تیاره کنه خود ایجی روان کنه، پسیش از امریکا گرفت خلاص. همی چند ساله که در افغانستان چقدر کمک کرده بود اما کلی شده یک چی کنه معامله شد خلاص شد. یعنی این بازی گپایی که است فقط یک بازی دادن است، یک فریب دادن است و پروسه که تا امریکا در این منطقه مطمئن نشوه هیچ وقت اینا به ضد هیچ مملکت گپ نمیزنن. و بازم اونو میگه افغانستان آفرین میته که در بیادرکوشی خوب درجه والستی. تو هم فکر نکردی که عسکری که کتی دریشی افتیده ای هم افغان است و نفر دیگه هم که افتیده او هم افغان است و تو هنوز هم میگه که اردو ولا دوتا چیز است. نه، ما ایره یک جنگ افغان کشی میگیم که افغان ها را کشته میرین و شما و نسلش هم میکنه و بالاخره چیز میکنه. آخو ایره اوشان چرا که دو مقام ممده استخبارات آمریکا گفته در بخش پاکستان با وضاحت گفته که پاکستان ثبات در افغانستان نمیخواه و نگرانیش هم از نفوذ هند است. فکر میکنید که واقعا این اظهارات تغییر وارد بکنه در برخورد آمریکا در برابر پاکستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به عزیزان. خدمت شما مختصر بگویم که اول خوب پیشینی جنگ افغانستان باید یک بررسی مختصر شود که او بارها شده و تکرارش زیاد لازم نیست. ما کارها را نه به اساس میتینگ ها، کنفرانس ها، برگزاری سیمینار ها، اعلامیه ها و سخنرانی های زعما بررسی میکنیم، بلکه به اساس نتایج عملی که در زندگی روزمره یک ملت مردم رخ میده به اساس از او بررسی میکنیم. آنچه گفته میشه سالهاست گفته میشه. سال گذشته بیانات بسیار شدید لحن داشت ایالات متحده در قبال پاکستان. حتی 2-3 سال پیشتر از او گفت که یکی از نمایندهاش آمد امرای نواز شریف بود که بود ملاقات کرد که ما شما رو به عصر اجر میبریم. نه به اجر برد، نه به قرون وسطا برد، نه به رنسانس برد، نه به هیچ چیز نبرد. تبادله ادامه داشت 80 میلیارد دلار در یک مورد اینا چی داشتن؟ یعنی کمک متقابل خرید اسلحه و اینا داشتن و کمک های ایالات متحده ادامه داشت. بس بسیار ساده است، ما چیزهای ساده را مغلق می سازیم. متاسفانه مراکز توریسم معلوم است امور رقمی که بایدیس اشاره کردن، امور رقم از کویته شروع تا مکی بایدیس. یک افغان بیچاره که هیچ نه دم دستگاه دارم نه استخبارات دارم، یک 5 مرکز خامیال میتونم برات نام بگیرم. آیا ایالات متحده نمیفهمه این مراکز در کجاست؟ خب باید مرگ و اسامه نمیفهمه. در این اظهارات هم اشاره شده که باید با پاکستان کار شود تا این مراکز کار نه کار خودی تو راست کار آدم امروی کسی میکنه که او گپ آدم هم بشنوه و در 15 سال شنیده باشه. 20 سال، 30 سال، 40 سال جنگ افغانستان شد. حال وقت عمل است. شما در عمل وقتی که میبینین که اینجا مراکز تروریسم است، اینجا تمویل اصله است، از اینی برد وارد افغانستان میشه، خطا معلوم است. از میسپین بلدک شروع تا به می آخرین نقطه برگ متال هم خواده میفهمه که از کجا رای دزره است، از کجا رای بزره است، از کجا رای آمدن تروریست ها و قاچاق اسلحه و این هست. ایالات متحده امریکا رادار داره که در فضا 1 سانتی متر مربع جای نشان میده، 1 سانتی متر مکعب جسم در فضا نشان میده، در زمین نشان میده. حالا آیا این رادار در این سرحد افغانستان بیچاره در این ملت مظلومی که قربانی یک جنگ فرسایشی بی‌معنا، جنگ بی‌مفهوم، واقعا جنگ بی‌مفهوم است برای ملت افغانستان؟ یک جنگ بی‌مفهوم است. این جنگ بی مفهوم ادامه میده و این مردم افغانستان که روزمره 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر ما دریوری را ندیدیم در افغانستان که دیکی از 4 سمت افغانستان رفته باشه و احساس امنیت روانی دقل کرده باشه. اگر صبح میره بیچاره این دریور با مسافر میره، با بار میره، با تاکسی میره، با هر چی که میره.
انسان افغانستان یک امروز یک کسی آمده بود برای من گفت که استاد ما صبحی وقت حرکت کردیم، دریور استاد کرد گفت که بسیار وقت است، بین امیر یک کمک تاریک است، استاد کنیم که یک کمی روشنی شود که بریم به طرف چیست. گفت از او خاطر گفت ما بسیار نوخت رسیدیم در چند کیلومتری کابل. بر صورت وضعیتی طور است که ما باید سر مسائل بسیار محوری صحبت کنیم، سر اتحاد ملی افغان صحبت کنیم، سر بیداری افغانستان صحبت کنیم، سر ازی صحبت کنیم که این ملت ملت شوه و یک ملت واحد یک پارچه استادگی کنه در برابر تمام نیروهای اهریمنی. ما در منطقه بسیار اساس دنیا قرار داریم، دور و دور ما حدوداً 3-4 میلیارد نفر زندگی میکنه. اینمی نقطه یک نقطه بسیار مهم استراتژیک دنیاست. هر افغان مثل یک پلیس، مثل یک عسکر برای سرزمین باید وفادار باشه، این سرزمین دوست داشته باشه و پاسبانی کنه این سرزمین. هر کدام ما، یعنی ما، شما، احمد، محمود، همه ما مسئول هستیم که باید این مملکت پاسبانی کنیم. چرا؟ به خاطر از اینکه چشم اغیار در طول قرون به طرف ازی بوده، چشم کسایی که آزمن بوده در طول قرون طرف ازی بوده. این مملکت مملکت ساده نیست و هر کس هم اینجای حاکمیت کده نمیتونه. متاسفانه مردم بسیار ملی که در طول تاریخ امتحان خدا دادن و این مردم باید از افغانستان پاسداری کنن و برای اتحاد ملی افغانستان کار شد. اما ببینین تفرقی که در افغانستان ایجاد شده، شما در طول تاریخ افغانستان بیاد ندارین که کس در اداره دولت پرسان کرده باشه که تو از کجا هستی. حال سم سفاز پیش پرسان میکنه که تو از کجا هستی، از کجای افغانستان هستی. در ملت خودت، در سرزمین خودت بیگانه میشی. شرق برو یک گپ از غرب برو دیگه گپ از شمال برو دیگه گپ از جنوب برو دیگه. ملت میخواین پارچه پارچه کنن. ما باید به افغان ها باید متوجه زینی باید. هیچ ما از کس گله نداریم. ظالم ظلم میکنه، ما مظلوم ایران هستم، مظلوم ما هستیم. ما مظلوم ها باید با هم متحد شویم، یک پارچه شویم، به یک برنامه میوار حرکت کنیم، در برابر تمام ظالم ها استاده شویم. او کارش است. این دفعه به این نیرنگ آمد، دفعه دیگه به دیگه نیرنگ میه، دفعه دیگه به دیگه نیرنگ میه. دوامدار کار میکنه و افغانستان یک چیز دیگه هم خدمت شما بگویم که افغانستان بیخی کتا. افغانستان خود ملت هم در حال تغییر است. یک نسل در حال برآمدن است که این نسل شاید یک نسل بسیار خوب برای افغانستان. اگر یک کمک سرش کار شود، پاتریوتیسم و ملی گرایی مردم افغانستان تقویت شود، مردم ملت خود دوست داشته باشه، وطن دوستی، حب وطن تقویت شود، این ملت بسیار یک ملت سرفراز در تاریخ در منطقه دنیا خواهد بود. آقای رسولیار، دلیلی که آمریکایی ها در هر مقطع میاین روی موارد مشخص انگشت میگذارن، شما چند پیش شاهد بودین که آقای خلیلزاد در کانگرس آمریکا بر علیه پاکستان شهادت داد، اما دیده شد که هیچ نتیجه نداد. اکنون دو مقام ارشد استخبارات آمریکا میاین در مجلس سنا در کمیته نظامی بر علیه پاکستان اظهارات انجام میتن و میگن که پاکستان علت عمده ناامنی افغانستان است و میگه که اهداف ما را به خطر مواجه میکنه. اما دلیلی که اقدام صورت نمیگیره تنها به عنوان حرف مطرح میشه، چیز تازه نیست. در گذشته هم مفتی آقای خلیلزاد این مسئله را مطرح کرده بود. دلیل چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بابک صاحب سلام تاسو ته، دوړه قدرمنو مشرانو، هر یو ولی صاحب او راوړ صاحب او همدارنګه د خورشید لیدونکو کتونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم. بابک صاحب محترم، زما پان کله ناکله چې د امریکای د حکومت او کانګرس ترمنځ وخت نا وخت جنجال او کشمکش منځ راسي، که ستاسو په یاد وي یو وخت د مونیکا لوینسکي یوه قصه وه د کلینټن په وخت کې، هغه د دې لپاره چې دغه موضوعونه فرار کړی راغی، په سوډان او په افغانستان یې بریدونه پیل کړل، کروز یې راوشړل. د بوش په وخت کې همداسې یو قضیه منځته راغلې وه. د اوس د روس او د متحده ایالاتو ترمنځ دا د انتخاباتو کړکېچ چې ده، او دوی هغه د ملي امنیت سلاحکار هم په دې باندې لرې شو. تېره ورځ د کانګرس یو جلسې د احضار کړی و، هلته ورهم نغی. د همدې دپاره چې دغه موضوع یو خواته بله خواته کش کې، همدغه لپاره ترامپ هم بهرنی سفر پلان کړ، هغه د ریاض خواته، او هغه د دفاعي استخباراتو د بخش مسؤول هم نوي اظهارات ودرودل، مبنی پر دې چې پاکستان یو ځل بیا په اصطلاح دوی د شرارت محور که ورته ووایو چې همداسې یې انګیرلی ده چې دواړو هیوادونو ته خطره ده، هم هند ته او پاکستان ته. دا خو شک نشته، موږ خو همدغه وایو د اولس کاله موږ افغانان او دغه خطه کې چې کوم هیوادونه دي، همدغه وایي چې پاکستان ده چې د ګاونډیان ته نه نارامه دي، یو ګاونډی هم ترنه ښه خاطره نه لري. نو مسله همدغه ده چې متحده ایالات په دې کې باید اساسي کوټلی ګام پورته کړي. د ریاض ناسته کې افغانستان او د وسله والو ځواکونو نه ستاینه وشوه چې د تروریزم پر وړاندې جنګېږي، موږ صحیح ده.
په هند ته اشاره وشوه چې دا هم د پاکستان نه کړیږي او تروریزم صادروي هند ته، ولې پاکستان دلته صدر اعظم مخامخ حضور درلود، هغه ته اشاره ولې ونه درلودله چې تاسو د خپل منفی بافی نور ختمه کوي، دا غلطی پالیسیانه چې د خپلو ګاونډیانو په وړاندې لری دا یو خطه کوي. زما په دوه خبرې دي، یو دا ده چې د پاکستان په نوم کوم پروژه چې تر دې مهاله هم د غرب تمویلول او برتانیې او امریکا یې حمایه کوله، هغه به په یو شکل پای ته رسیدلی وي، نور به دوی ته کوم سود د ځان سره نه لري، ګټه به نه لري. او یا بله خوانه زما په عقیده هغه تمایل چې اوس د روس خواته پاکستان یو څه ناڅه میلان لري، د هغه د ګوشتوي لپاره به هم یو وخت نه، دوی صرف اظهارات کوي، عمل نه کوي. موږ عمل غواړو، دا اظهارات هر څوک کولی شي، هر څه ته معلوم له موږ نه، دوی ته ښه معلومات شته، دوی دي چې دغه منطقه کنټرولوي، زمونږ جیوپولیټیک ټول د دوی په اختیار کې ده، ځمکنی او هوایی حریم دوی کنټرولوي، دوی په پاکستان کې پوره لاس لري. پاکستان ارزش خود دست داده و یا هم آنچه را که شما گفتین که به خاطر فشار روی یکی پاکستان به طرف روسیه مایلون پیدا کرده، کدام مسئله چیلی جده؟ افغان پا توگه زک پا دی موضوع بحثو کما زوائیم چه پا هیت وقت متحده ایالات پاکستان دلاسه نورکی، پاکستان د دوی لپاره دومره یو طلایي مهره ده په دې سیمه کې چې هر وخت د خپلو منافعو لپاره استعمالوي او هغوی ورته لبیک وایي. بل ملت په دې سیمه کې هغومره تابعدار نه ده د متحده ایالاتو لپاره، یعنی موږ هیڅکله مقایسه او برابر نه کړو، در حال چې دلته د دوی قوتونه میشت دي، موږ سره امنیتي او ستراتیژیک تړون لرو، دوی د یو طالب لپاره زموږ یو بسته کلی ورانوی سي، اما هلته چې د دوی هغه مراکز دي د سوق ادارې په پاکستان کې د وسلو والو مخالفینو شاوخوا شل یویس تروریستي ډلې له هغې نه تمویلیږي تجهیزیږي، ولې یو ورځ د هغو په وړاندې کاروایي نه کوي؟ خو دلته سوال رابرسېره کېږي د هر چا په اذهانو کې چې دا یوازې او یوازې د اذهانو تغیرول دي، او یو مقطع کې دوی دا اظهارات کوي تر څو اذهان مغشوش کړي، او نور کومه عملی چې د افغان ولس توقع ده، د افغان ولس دغه مرګومیرو وژلو نه او برادر کوشي نه د نجات لپاره چې کوم غوښتنه ده د افغان ولس او د افغان حکومت، د هغه باره کې موږ هیڅ نوه پیشرفت نه وینو، هیڅ نوه داسې یو راهکار نه لیدل کېږي چې موږ یو شین چراغ وینو. زه نور هم په ویره کې بابک سره یو شي ته اشاره کول زه غواړم، مخکې له دولسو کالو راهیسې دلته د دوه هیوادونو ترمنځ نیابتي جګړه روانه وه، چې یو هند او پاکستان و چې جغرافیه زموږ وه، دوی پکې خپله جګړه کوله. له دغه څوارلسم کال راهیسې د متحده ایالاتو د روسیې ترمنځ دلته نیابتي جګړه شروع ده. اوس په دې وروستیو کې چې د ایران او د سعودي عرب ترمنځ لفظي شخړه پیل شوې ده، او په دې وروستیو کې د ریاض په غونډه کې د سعودي د بندنو چارو وزیر عادل الجبیر وایي چې ایران رژیم مستقیما طالبان ته میلوي، له همغه تریبیون نه چې د ټیلرسن سره یو ځای خبري ناسته لري، دی اشاره کوي چې په ایران مستقیما د طالبانو تر څنګ سیاسي او پوځي ملاتړ کوي. دا په څه معنا ده؟ نه، شما میگین که پاکستان هیچ وقت افغانستان جایگاه پاکستان بر امریکا نخواهد گرفت و اکنون هم در حکومت ترامپ هم این جایگاه بر افغانستان داده نخواهد شد. واضحه ده، خو عملا من وینو چه، اما قراین از این برنامه که واقعا امریکا در برابر پاکستان در حال تغییر برنامه‌ش. گوری د انتخاباتو په وخت کې موږ ډیر خوشاله وو، هغه وخت کې دوی پاکستان په وړاندې تون لهن کارو، همدغه ترامپ او دوی جمهور غوښتون کې ګوند ترڅو چې انتخاباتي وګټل، انتخاباتي چې وګټل په سبا یې چې نواز شریف سره ټلیفوني مکالمه وکړه، هغه یو استثنایي ملک او استثنایي صدر اعظم یاد کړ. نو په دې شکل سره موږ نشو ویلی چې دوی د هغه په وړاندې پالیسي تغیروي، بلکې دوی د هغې حامیان دي چې دغه نن د پاکستان له حمایت نه برېتانیا او امریکا لاس واخلي، هند او افغانستان پاکستان لستونې تېروي په لنډ وخت کې، هیڅ مشکل نه لري. زه موږ په دغه وایو چې د افغان حکومت او د افغان ولس داعیه سره باید مرسته وشي، او اقلا که دوی نه غواړي دغه تروریزم صادرول زموږ هیواد ته او هند ته په هر شکل چي، دوی په یو عادي غږ باندې چې دوی ته یو فشار وارد کړي، که تاسو دغه کړنه لاس وانخلئ د بندیزو سره به مخ شئ، له انزوا سره به مخ شئ، دغه دوه کلمې دوی لپاره کافي دي، اما تر دې مهاله موږ د غربي سیاستونو نه دي اورېدلي په شکل. آقای وحیدی، آنچه را که پاکستانی ها آمریکایی ها گفته، دو مقام استخبارات آمریکا گفته که ما باید به پاکستان قناعت بدیم که ثبات افغانستان به ضرر پاکستان نیست، بلکه به سود همه کشورهای منطقه است، اما این قناعت خب شما با توجه به اینکه شک و تردید دارین در مورد نقش آمریکا، فکر نمی کنید که این اظهارات واقعا مقدمه چینی است به خاطر فشار بالای پاکستان؟ نه خیر، نظر به سابقه‌اش،
مثل که رسول الله صاحب گفت بارها این گپ گفته شده از طرف امریکا و استاد محترم هم اشاره کرد. این حال باید ما متوجه شویم که گفتار امریکا با این طرزی که میگه که ما باید پاکستان را قناعت بدیم، معنی که شما کسی را قناعت میتین که در یک موضوع او دخیل باشه و به سهم خود قناعت نداشته باشه، شما او را قناعت میتین. او اگر میخواین که رقم قناعت بدین دیگه، خو اگر تو قناعت میتی خانش آباد هم و انگلیسی که صدا کرد که همی دیورند هم یک چیزی بود که در حق افغانا انگلیس ها ظلم کده و این حقشان باید عالم داده شوه، گپ خوب است. یک دومی که بسیار وقت کم میشه که یک بم اینا استعمال کردن در ننگرهار و متاسفانه که دیشب ما امروز در خبرها شنیدم در ولسوالی کوت کسایی که آمده بودن برای درو گندم و جمعوری تریاک که هر سال می باشه و اونجا اینا در خیمه زندگی میکنن، چرا اینا از دیگه مناطق می آین. سر از اون بمباری کرد 8 زن 6 مرد و 7 طفل کشت، زخمی کردن، شاید بازش چی شده باشه، یعنی سرشان بمباری کردن. این برکت چی بود؟ که برکت از این بود که دولت افغانستان در این نزدیکی ها حق بمباری و حق از یک سو تو حق بمباری رو میگیری، شمولیت در جنگ میگیری و باز میگی که ما 50,000 میارم، تو خو 1,50,000 بودی چی کردی؟ بم هم منداختی، خانه مردم هم تلاشی میکردی، شب هم میرفتی، چی شد بالاخره؟ ایناله تو برای صلح کار میکنی یا برای جنگ؟ و ما افغانا حق داریم، حق خود می خواهیم یا خیرات می طلبیم؟ سید جمال الدین افغان میگه حق داده نمیشه، گرفته میشه. دیگه به او اساس چیزایی را که اینا میگن این فقط وقت کشی دولت افغانستان است. انتخابات چطور شد؟ تذکری الکترون چطور شد؟ که فلانی چطور شد؟ ای گپای ترامپ ای باز شعارای از یا مشترک است. ای شعارای حکومت ما و امریکای مشترک است در این قتل و کشتار. بخاطر از اینکه در امو جایی که اینا و موضوع بم استعمال شده چی شد بالاخره؟ ملت چی؟ آل گپ رسول الله صاحب که گفت اگر شوا که دولت افغانستان بتانه مردم استاد کنه پشت خود و مردم افغانستان حق خود بخواه، اگر از امریکا میخواه و از پاکستان میخواه از ایران میخواه دیگه، باز ما باید یک دست شویم و حق خود بگیریم. و اگر این چیزایی که اینا میگه و ما را بازی میده بازم بازی بخوریم دیگه، او در فارسی میگه از مدرا از مودن خطا است، در او صورت این کار هیچ نمیشه. و امریکایی ها مثال هایی که تیر کردن، تریاک اضافه شد، پیسه زیاد رفت، او را پسش نمیگردیم که چقدر تریاک میشه، مفادش که چقدر میگیره، او چون در موضوع ما شما امروز شامل نیست، اگر نه او را باید ما تشریح کنیم. یک دومی که اینا مسئله آمدن به این موضوع و تروریزم گای نام میمانند، امی چند وقت پیش شما دیدین که امریکا گفت ما مرای طالب هیچ مشکل نداره، صحیح؟ ما میگفتیم مشکل نداریم دیگه، ما خود طالب کسی را میگیم که طلب علم میکنه که تزو هیچ کس مشکل نداره، ولی چند وقت بعد گفتن که ما طالب را میزنیم. دولت افغانستان هم گفت که دشمن نیک و بد نداره، ولی نیک و بد هر چیز است. تو با فلسفه قیده داری یا نداری؟ یعنی می دست تو نیک و بد داره، یعنی دست که تزی طرفش نان میخوری و که تی پشت سرش نان نمیتنی خورده، یه هر چیز نیک و بد داره. اگر تو صلح میخوایی دیگه نیک و بد داره، و اگر نه که تو شعار امریکا رو میتی او برای خود میتا برای وطن تو نه. بس ما روی ازی است که آیا امریکا تغییر کرده یا نه. شما بیشتر تاکید برید دارین که امریکا چیزی که در گذشته کرده بود اکنون هم میکنه، تغییر کرده مگر تغییر منفی، چرا که دمی 14 سال امو مادر بمار ننداخته بود سر مردم افغانستان و دمی چند سال تقریبا بعد از زمان اخرای کرزی صاحب که امش مخالفت هم شروع شد، امی گپای شاو بند شده بود نه، خانه مردم رفتن این چیزا اون هم پس خوب جواز هم گرفتن، این دفعه مثل که قرارداد امنیتی رو امضا کردن، این دفعه اینا باز جواز دی کشتار افغان هم گرفتن دیگه. فلهازه این فقط به می آمدن که افغان ها بین خود بزنه و اینا فقط تل می پرته به ماشین که چالان باشه دیگه. ما افغان ها هم در این طور یک ماشین شاندن که دریورش دو تا است، مسیر هم معلوم نیست.
تشکر. آقای راوش، بس از زمانی که از آدرس افغانستان شما میپرسین، بیشتر بس از انزوای پاکستان مطرح میشه. بارها مقامای افغان میگه که ما در تلاش ازی هستیم که پاکستان منزوی بسازیم و اقدامات آمریکا را هم قراین از منزوی ساختن پاکستان در نزد جهان و آمریکا میدانند. دلیلی که بیشتر هر حرکت افغانستان و هر حرکت سرخانه افغانستان در برابر پاکستان با ناکامی منتج میشه و آمریکا بالاخره اقدام واضح در برابر پاکستان نمیکنه، دلیل چی است؟ دلیلی است که اول خب تامین منافع است. منافع آمریکا در خطر نیست. من مثلا شما میگین که علی منافع آمریکا پاکستان اقدام کرده. چی اقدام کرده پاکستان علی منافع آمریکا؟ آنچرا که رئیس استخبارات گفت. رئیس استخبارات میگه مثلا مشخص چی؟ کدام اردو کشی کده، کدام کس یک رای ترخم بود، امور هم مال اکمالات از اون را نمیشه، عسکری امریکایی، عسکر خود برده در بارکا، عسکر افغانستان جنگ میکنه، تلفات عسکر افغانستان میده، دیر روز اگه اون نفر امریکایی یا اون اروپایی کشته میشه، دالو هم نمیشه، او خلاص شد، افغان کشته میشه. این طور است که ما همیشه دشمن در بیرون میپالیم، دشمن در درون است، دشمن جهل است، دشمن عدم آگاهی نیمی ملت است، دشمن عدم ما یک بار مثال دادیم، خب شاید مثال خوب هم باشه نباشه، دور است از ما. 7 میلیون نفر داشت کیوبا، یک ملت بود در زیر علق امریکا، ولی یک پرچه بود، متحد بود، کس زده نتانستش. رهبر از او هم کدام معجزه نکرد. خب صحیح، نقش شخصیت در تاریخ، نقش رهبر در تاریخ مهم است، ولی یک ملت یک پرچه بود. ملت های یک پارچه، تا که ملت متفرق است، تا که ملت جهل داره، تا که ملت جیب خالی، دست خالی میخواد معرکه گیری کنه، اینمی کارا نمیشه. اینمی ظالما میان سر اینمی مظلوما همیشه حکومت میکنن، اینمی مظلوما رو همیشه استعمار میکنن، استثمار میکنن و و و مورد استفاده قرار میدن. این توقعات ما یک توقعات رومانتیک است. ما بسیار عاطفی صحبت میکنیم در سیاست های در سیاست گذاری های و خصوص حتی در اداره. در اداره عاطفه نیست، قانون تطبیق میکنی خلاص. قانون امریکا چیست؟ تامین منافع دست بین المللی. یک، کسی بیای به میز استاد شو برام بگه که امریکا نمیخواد منافع خود دست بین المللی تامین کنه، صد دلیل است که امریکا بالاتر از هر کشور دیگه دنیا میخواد منافع خود در دنیا تامین کنه. 380 میلیارد دلار سر عربستان سعودی سالا فروخت، یک هفته نشده. از برای خداست این پول، این سرمایه و این بزرگترین دستاورد ترامپ است. برعکس ترامپ دیگر را که انتقاد میکنن، او کار از اونا، ولی یک بزنس را کرد در دو ماه اول ریاست جمهوری خود، در سه ماه اول ریاست جمهوری خود که در تاریخ امریکا کس نکرده. و این پیسه برای کی میره؟ پیسه میره نال برای بیمه، بیمه تامین میشه، سبسیدی ها به وجود میاد، ده ها خدمات اجتماعی سهل میشه در امریکا، مردم از این راضی میشه، بار دیگه باز رئیس جمهور است. این در دو ماه اول که کار کرد، اینا سر اسرائیل میفروشه. ای جمعه به خدا اگه ایران که نمی قدر میگه دشمن دشمن دشمن، صبح می ایران از می اسلحه بخره و برش بگویه که من از پیش 100 میلیارد دلار اسلحه میخرم، تو بگی چه رقم پروتکل کجا امضا میکنم؟ اون نه منافع و این قاعده بازی است. ایره ما افغان ها غلط میکنیم. افغانستان هم جز از منافع امریکا است. آقای ابراهیم، امریکا خب بله به می خاطر آمده، تشریف آورده و یک چیزی افغانستان پیشتر هم خدمت شما گفتم، این تو فکر کنین یک دانه دایره است، می دور اینیم دایره 3 میلیارد انسان زندگی میکنه، از اینجا سوزن این طرف روان کوی طرف روان کوی طرف این طرف 3 میلیارد سوزن میشه. این یک چارایی است. این چارایی را باید سر از این موقعیت یک قرن جنگ بوده، دو قرن جنگ بوده. تاریخ افغانستان خب زمانی که موقعیت از زمان احمدشاه عبدالی تا به امروز یک پادشاه در اینجا خوی آرام کرده؟ همین پادشاهی که خوی آرام کرده جدا از آلحضرت محمد ظاهرشاه که او بیخی یک تصادف تاریخ ما چی رقم شد که یک تعادل بین شرق و غرب تانست برقرار کنه، بیخی معجزه است. والا من میام میام که وضعیت میبینم، میگم اینی آدم بیخی یا تصادف یا خداوند امرای آقای راوش، در بحث برخورد آمریکا در 15 سال 16 سال گذشته که توجه بکنید، در اون زمان رقیب نبود، در تنها آمریکا و یک اتحاد بود آنچه که دلش میخواست میکرد. اما حالا اکنون شما میبینید که مسئله روسیه بسیار نگران کننده است برای آمریکا. فکر نمیکنید که واقعا اینجا منافع آمریکا در خطر است؟ افغانستان منافعش در خطر است با روسیه. با روسا اینطور است که وقتی شما یک کتاب بسیار جالب است سیاست روسیه تزاری در دربار امیر شیرعلی خان، این یک انگلیس نوشته کرده با کسی با استاد برشنا ترجمه کرده، ترجمه استاد برشنا است. این کتاب که بخوانین اینمی قضیه امروز افغانستان برتان بیخی روشن میشه. در بالکان روسا را امتیاز داد، زنده افغانستان را بر انگلیس اعلام کرد، امروز در سوریه برش امتیاز میده، افغانستان از پیش میگیره. این بازی بر ما و شما نو است.
امریکا و روس ده باز ده بگراند ده درنمای سیاست باز گپ خودم میفهمن که سر میز مذاکره هستن چرا ما افغان هستیم که اصول مذاکره را نمیفهمیم زورگویی میکنیم او که سر میز مذاکره شد میگه بدر اینی چه ده شرق میانه دینی نقطه منافع تامین اینی چه منافع ما تامین دینی چه اینه که تو پیش برو دینی چه اینه که ما پیش میرم این جنگای زرگری را با خدا ده پشت می فروش اصلی عربستان سعودی اگر روس بالای ایران 200 میلیارد دلار اصلا نفروخت باز ما همینجا من بخی دیگه تعلیم نمی کنیم گای مفت برش می ده گای نه پولم می گیره او هم منافع خود تامین می کنه این برادر ایج ملت های باز برتون میگم کل گپ سر آگاهی ماست اگر ما اینی 30 میلیون انسان اینی سرزمین آگاه باشه به یک صدا در برابر هر متجاوز استاد چا پدر که از طرف افغان چپ سر کنه میتونه این خاک خاک عادی نیست ما باز برتون میگم نقص ما افغان ها اینست که ما یکی دکل دیگه میزنیم ایجا حالا تنظیم است که جمعیت است که جنبش است که بچم اسلامی است که کافری است که کمونیست است که دیگه است برادر منافع ملی یک دانه است خلاص ملت ته است افغانستان است خاک ته است نگاهش کو تو در برابر دیگرها باید یک پشت یک پارچه باشی نقص ما باز باشین که ما گپ ما خلاص نقص ما این ما باید ما در این میزا که میشینیم راه حل پیدا کنیم ما براتون باز میگم راه حل افغان محور سیاست کردن به ملت افغانستان خدمت کردن و ملت واحد ساختن تفرقه را پس کردن و مردم متحد ساختن و آگاه ساختن شما گفتین که آمریکا هیچ زمان جایگاه پاکستان را بر افغانستان نخواهد داد اما شما میبینین که منافع آمریکا واقعا در خطر است بحث تمویل گروه های تروریستی توسط روسیه منافع آمریکا را در خطر میندازه گروه های تروریستی را که سابق آمریکا در کنترل داشت کنون یک برخ بزرگش روسا در کنترل داره فکر نمی کنید که این چیز واقعا نگرانی بر آمریکا خلق کرده و در پی تغییر پالیسی خود است خبر دی بهخی سمد بابک ما هم بار بار در میزو استاس د میزو لری متحده ایالات هم دغه مشوره ورکړی ده چې کوغاړي با عزت او کامیاب ستون شي نو دغه ماجرا چې دلته روانه ده پای ته ورسوي ځکه که دا لړۍ روانه وي او دوی تر دې مهاله په دومره اوږده جګړه کې چېرته هم نه وښکیل سوي لکه ولس کاله چې د دې جګړې نه تیریږي او تر دې مهاله دوی بریا ته هم نه دي رسېدلي او د دوی حضور دلته رقیبان نور پیدا کړل چین و ایران و روسیه او دا نوي لوبغاړي شول د دې جګړې نو په دې صورت سره روسیه د خپل انتقام په لټه کې د په هر شکل چوي لکه څنګه چې د دوی په امکاناتو افغان مجاهدون پخوانی شوروي اتحاد له پښو وغورځو همدارنګه به اوس د دوی په وړاندې کوم چې جنګېدونکي طالبان دي د روسیې په امکاناتو به دوی له پښو غورځوي خو دوی کولی شي چې بیا هم په فکر وکړي په دې روان حالات باندې او دوی کولی شي چې په اسانه د اصل نگرانی همین است زمانی که استخبارات دو مقام ارشد استخبارات آمریکا می این مسئله رو مطرح میکنه زمانی که شما اقدامات آمریکا را در برابر پاکستان میبینید واقعا پاکستان نگرانی خلق کرده برای آمریکا و اینجا منافع آمریکا را واقعا در افغانستان به خطر موجی ساخته متاسفانه یو شاید چې مونږ دا نړیوال روابطو کې یو مضمون په نوم تیوري روابط بین الملل کې وایو چې یو عالم د پنوم د توسیدی هغه وای چې دا حق همیشه د برابر تر منځ مطرح ده او زورمندان د خپل حقوقو لپاره هر څه پلاس کې لري په کار یاشي او په دې برخه کې هغه غریبان او مستمدان او فقیران یوازې له دینه چې رنج ویسي بل شی په اختیار کې نه لري مونږ افغانان د همغه برخه کې یو چې یوازې دغه حالاتو نه رنج وړو یوازې وژل کیږو یوازې مهاجر کیږو اقتصاد دړې وړې کیږي کور مو خرابیږي اما زموږ په دا هیڅوک نه رسیږي ځکه چې مونږ متحده ایالاتو سره چې هغه تړون لرو د هغه په وړاندې هغه مکلفیت متحده ایالات نه احساسوي ځکه چې مونږ برابر هیوادونه نه یو دا هله کیدلی چې دواړه په یو مساوي حقوقو په اساس باندې بیا کیدلی شي چې هغوی د دغه قرارداد په وړاندې وجایب او مکلفیتونه ولري ولیکن هغه زورور هیواد ده او هر څه یو طرف ته قیاس کوي لیکن مونږ په نشو کولی چې د هغه کو او د دغه قرارداد په وړاندې ملزم کو چې تاسو مونږ سره ویلي دي چې د بهرندندي هیواد د تعرض او یرغل په وړاندې به د افغان خاورې نه دفاع کیږي ولیکن دوی هغه توغندي ویني چې رازیل د اوریږي د دوی ځمکنه یرغلی ولیده په سپین بولده کې چې لقمان کلی کې عملا دوی ولیدل چې هغوی تعرض وکړه زموږ سرحدي ځواکونه په شهادت ورسېدل جګړه منځته راغله د دوی هیڅ نوی عکس العمل مونږ ونه لیده دلته دا ده چې دوی د جګړې نه صف نه خارج شوي دي دوی وایي عملا مونږ یوازې مشوره ورکوو افغان ځواکونو ته تمویلوو یې نو په دې حساب دې نه بعد دوی نه متضرر کیږي که دوی واقعا متضرر وای خو د پاکستان په وړاندې
باندې باید دوی یو څه ناسه فعالیت کولای هغه پوخا چې هغه سرحدي سیمه دوی ډرون په واسطه وشتلې پنجاب هم چې یو ډرون کاری کړی وای به دغه حالتونه پاکستان خودداری کوله خو موږ په نه در بخش دفاع او چې ده که شما توقع دارین درست است که آمریکایی ها دفاع نمیکنه اما در بخش کاهش تنش و کاهش رقابت منفی توسط پاکستان با توجه به اینکه اکنون پاکستان به طرف روسیه میلان پیدا کرده آمریکایی ها خطر احساس میکنه فکر نمیکنید که کاری بکنه واقعا اغه وقت محل گټه چې د پاکستان سره دوی کلونه کلون لوبیدلی دي دوی د دوی استخباراتي منابعو دومره تنګاتنګ کار کړی ده چې دوی یو بل ته ګوته حسن نشي نیولای یو وخت هم دغه امریکایان نه د افغان پولو ته چاره وستل دوی د افغان دغه دین د دوی دغه استخباراتي منابع چې د پاکستان د امریکای سفارت چې کوم پاکستان کې هغه تاسو د ګرج شروین په نوم یو هغه تاسو کاغه کتاب ولولی هغه کې ټول وضاحت راغلی ده هغه کې ټول معلومات شته چې دوی ډیر تنګ تنګ کار کړی د پاکستان استخبارات پر وړاندې هغه وخت چې دوی منافع جاب کو القاعده میدانونه په اختیار کې ورکړی دي القاعده دلته دوی د منافع چې جاب کو جنگیدل کله چې دوی منافع او هغه پروژه پای ته ورسېدل هغه بیا دوی دښمن جوړ شول نو په دې رابطه لوبه کلاوي سر ټول متحده ایالاتو سره ده ټول هر څه دوی پلان کوي د اوږدمهاله او لنډمهالو لپاره دلته د نورو هیوادونو ګټې دوی د مطرح نه دي د نورو ملتونو که وژل کېږي دوی پروا نه لري یوازې دوی ته ملي منافع مطرح دي لکه څنګه چې بوش په خپل کمپاین د ترامپ وویل چې یوازې هر څه د امریکې ګټه باید پکې متصور وي که هغه اقتصادي برخه وي که هغه پوځي وي د دې وروستۍ ناسته کې د ریاض هم اشاره ودرول د اسلامي هیوادو ته چې تاسو د تروریزم پر وړاندې خپل خطر منافع امریکا را در خطر میبینین یا نه در افغانستان که په خطر کې وای خودی به اقدام کړی ماته ست اشاره و درودل چې اسلامي هیوادو څلويخ لیډران هلته ناست حضور درو دغه ته ورسته متحده ایالات مو ګوري چې موږ بالاغه دین راځو سره به کومک کو تاسو خپل لاس په کار شي نو چې موږ ته خو تا د څه جوړ کړی دا تورستي ډله خو تا موږ د زیږولې دي چې موږ د موږ هیوادونه دړې وړې کړل که سوریه ده که عراق ده باثباته نظامونه تا دړې وړې کړل ته پخوانی لیبی وګوره د معار قذافي په وخت کې اوس وګوره ته پخوانی یمن وګوره اوس یې قیاس کړه ته پخوانی عراق د صدام په وخت کې وګوره اوس یې وګوره نو دوی همدوی دي چې بې ثباتي کوي دی د سعودي له تربیون نه د ریاض له تربیون نه دی حماس ته تورستي ډله وایي زه وایم چې دلته که منافع مطرح نه وي سعودي عرب څنګه دغه پر وړاندې خاموشي احساسوي سعودي عربان تر سبا له ټرمپ او دغه له ښځې سره ګډ شول د دې لپاره چې ایران سره یې دوی تنش زیات شوی و تر هغو چې هغوی راضي کړي د 500 میلیونو امیر هم په غاړه کې ورته واچوي 500 میلیونه ډالر نو په دې صورت سره تر هغو چې د منځني ختیځ مسله حل نشي او ازادي بخش سازمان ته ازادي بخش ونه ویل شي لکه حماس موږ مسلمانان کله هغه د تورستي ډله ویلی شو خو دا دوی نشي تورستي ډله ورته وایي هر څوک د خپلو منافعو لپاره ځینې ډلې تورستي بولي او ځینې ازادي بخش بولي ولیکن دا ټول مشکل او تنش چې منځته راوړی د اسلامي هیوادونو چې په خپلو کې من جنګوي او بحران منځته راوړي د دې لپاره چې دوی اصلحې وپرول شي د دوی اقتصادي نفع منځته راوړي که اوس جنګ نه وي نو په سعودي عرب باندې د 300 میلیارده ډالرو په اصلحې او تیاري او مهمات کله آنچه را که از آقای رسولیار پرسیدم از شما هم میپرسیم این که آمریکا به عنوان کشوری که آرزویش بودن در افغانستان اکنون پایگاه دارد در اینجا شما میبینید که بحث تحرکات روسیه و میلان پیدا کردن پاکستان به طرف روسیه و تطبیق پروژه های روسیه توسط برخی از علاقات پاکستانی نگرانی خلق کرده اینجا واقعا منافع آمریکا را در خطر میندازه فکر نمیکنید که آمریکا به خاطر دفاع از منافع خود روی پاکستان فشار وارد بکنه وقتی که در افغانستان جنگ باشه منافع امریکا در خطر نیست به خاطر که منافع امریکا در جنگ افغانستان است شما دیدین نه جنگ در جنگ درست است اما در جنگ نه که روسیه یک بخش جنگ نه در جنگی که افغانا بین خود میکنن همی فعلا که همی بی‌نظمی روان است ما برای گپای روش صاحب میخوایم یک چیز دیگر را زیاد کنم که واقعا جهل دشمن ماست و هر کس که هر چیز خواسته باشه در این ملک میتانه ما امرای جهل یک چیز دیگر زیاد میکنم که او حکومت دست نشانده باشه از یک سو موضوع جهل از دیگر سو حکومت دست نشانده چرا؟ بخاطر از این که مردم و حکومت کی یک جای خاکت و یک افغانستان خواد کرد سه کنین شما یک اول دمی اینا که مشوره میتبره ما شما نه
ما چقدر جنرال افغانی داریم؟ آیا او کلش خلاص شده؟ ضرورت به این است که برای ما مشوره تخنیکی بتن؟ نه؟ نه، او گپ نیست. این مقصد پیش دنیا خود ملامت نمیکنن، ولی دیدن که آل دو هم چاره نشد، بیخی ملامت میشن، به او خاطر آل این گپ میزنن که ما در اینجا شامل جنگ میشیم. اگر نه شامل جنگ، کدام دیوانه کسی را اجازه خواهد داد که بیا خانه ما را خراب کو؟ کی همینطور خواهد کرد غیر از همی حکومت ما شما که کرد؟ آیا امیر به موافقه پارلمان و افغانستان شد؟ به موافقه مردم شد؟ یا از جهل استفاده کردن؟ دیگه این منافع امریکا قطعا در افغانستان در خطر نیست، به خاطر که اینجا نو بیس امریکایی داره. تا که امی بیس امریکایی شد، نظر به گفته خود شما و مثل که رسول الله صاحب گفت اگر در افغانستان جنگ نباشه سعودی چرا سلاح بخره؟ در سعودی خود جنگ نیست؟ خیلی نمیگه بود پیسه خود از اونجا گرفتن اونا دیگه. و دیگه اگر اینا جنگ نبخواین، وقتی که نو امیر ترامپ اداره خود جور میکرد، نگفت که ما یک سگ دیوانه را مقرر کردیم که در افغانستان خیلی مردم را کشته؟ نگفت میگه با خودش خودی گاله ما دیگه قرائن است. حالی که یک تحلیلگرم خواست یک قرائن تحلیل میکنه، شکا میخواد که بگه کس قبول نمیکنه. دیگه شما میره ببینین که تقرر یک کسی در اینجا کی باشه. و پیشتر موضوع خلیلزاد یاد شد. خلیلزاد اگه داتا پاسپورت هم بگیره، خلیلزاد افغان است. خلیلزاد در وقتی که رسمی مسئولیت در اینجا داشت، در وقت هم علیه پاکستان راست خود میگفت. او وقت چی مجبور ساخته بودش؟ افغانیت خودش که او یک افغان بود، مجبور بود در افغانستان مردم میدید که کشته میشه، باید میتونه که چی شود. دیگه ما ایره میگم پیشنهاد ما ایست که دولت افغانستان کوشش کنه که از ملت خود دور نکنه. یکی را به نام خلقی مقرر نمیکنه، یکی را به نام پرچمی نمیکنه، یکی را به نام اخوانی نمیکنه. این گپا را فراموش کنه، کل افغانا را جمع کنه، نظریات افغانا را بگیره و یک جرگه عمومی در اونجا نظریات بگیره و عمل بکنه. و اگر یه طور فکر کنه که یک روز هم امریکا پیسه نتا، ما میموریم در مو اسلامیت ما مشکل. بسیار تشکر. حال که بحث رقابت میان قدرت های کلان در افغانستان اوج گرفته، مسئله منافع برخی از کشورها هم اینجا به خطر مواجه شده، به ویژه ایالات متحده آمریکا، ظهور قدرت های منطقه، آمریکایی ها هم با توجه به اظهاراتی را که این روزها درز میکنه از آدرس مقامات استخباراتی آمریکا، بحث اعمال فشار برای پاکستان مطرح میکنه. آیا راه حل برای ثبات افغانستان در درون امین تغییر منافع موجود است و یا هم نه؟ به عنوان پرسش آخر و جنبندی از عرصه میمانو میپرسم. آقای راوش بفرمایید. شما خب راه های حل وجود داره. آخرین چیزی که میمره امید است. ما بر مبارزه معتقد هستیم، برای خب خدای خود، به وطن خود، به مردم خود و با مبارزه مستمر دوامدار بر خاطر تحقق عدالت اجتماعی، به خاطر تامین صلح، به خاطر تامین ثبات در افغانستان و به می امر مبارزه میکنیم. ما به حیث یک حزب سیاسی، به حیث یک فردن، به حیث یک تبعیدی یا شهروندی سرزمین، تا که زنده هستیم به خاطر رفاه و آسایش مردم خود مبارزه میکنیم. میگیم که مردم ما متحد شوند، حکومت واقعا گپ بایدی درست است که دست شانده نباشه. خب بالاخره حکومت ها را این مردم ها، هر حکومت سزاوار دولت است که مردمش انتخابش میکنه. خب این مردم هم بالاخره رای میتن، میاین، وکیل انتخاب میکنن، وزیر انتخاب میکنن، کابینه انتخاب میکنن. باید و باید ما انتخاباتی که پیش روی داریم افراد ملی خود پیدا کنیم. در انتخاباتی که پیش روی داریم باید افرادی که واقعا به افغانستان دلسوز هستند، وطن دوست هستند، ایره پیدا کنیم. ما باید بدانیم که سرنوشت سیاسی مملکت ما به دست اشخاص و افرادی که خدای ناخواسته، خدای ناخواسته منافع ملی افغانستان در ردیف دوم و منافع شخصی خود در ردیف اول قرار میتن. از اینا جلوگیری کنیم و از جامعه جهانی و خود یکی خود توقع ما فکر میکنم بسیار زیاد است چی نمیشه. ما باید در جامعه جهانی لابیگری و دیپلماسی فعال را پیوسته داشته باشیم که او دیپلماسی و او لابیگری بتانه تشکر. اهداف ما را در برابر 4-5 کشوری که در 4 طرف ماست و ما را میخوای ببله استادگی کنیم. تشکر آقای رسولیار. خیلی کوتاه فرمایید. از پلان تو که اشاره کوم تر هغه چې موږ د داخلي مشکلات حل نکو، واحد ملت جوړ نشو، قانون په ټوله یوسان پر نه شي، او حکومت په واقعي معنی اجتماعي عدالت پلی نه کی، او د بودیجې په ورکولو کې چې وګورئ یو ولایت زر ملیون ډالر تخصیص کی، یو بل ولایت او بیچاره ولایت څوک نه لري هغه ورقم نه ول کیږي. همدا باعث شو چې د کامیار تیار نشست تلته پرې خدل کیږي، ځکه خلک زور ور شول مړ شول.
نو لقانون پورته دي نو په دې اساس منه تر هغه چې داخلي مشکل حل نه کوم پاکستان پر وړاندې څه نشو کولای اوقای وحید خیر کو ته فرمایئ شما بله ما رای حل شما گفتین مشوره مجلس اگر کس قبول میکنه دیگه مشوره مجلس کې دولت باید دس بکار شوه و اختلافات درونی خود از بین ببره و مردم خود معتقد به صلح بسازه و به مردم افغانستان خود نزدیک کنه و به مردم ما ای کار است که باید مردم از این نامگذاری های به جای که توسط استخبارات دیگه مردم سر ما مانده میشه از این نامگذاری ها بگذارن و یک افغانستان در موردش فکر کنن و صلح بخواهند که تا ما بتانیم ام دولت ام ملت طرفدار صلح هست انشاءالله ما با کامیابی میرسیم. بسیار تشکر آقای وحیدی، آقای راوش و آقای رسولیار از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب. واشمون تشکر میدای عزیز تا برنامه بعد. خدا نگهدار.